جمهوری اسلامی نوید افکاری را اعدام کرد. جواب این جنایت اعتراضات گسترده مردمی است. نوید افکاری یکی از معترضین مرداد 97 پس از 2 سال حبس و شکنجه از سوی جمهوری اسلامی صبحگاه شنبه 22 شهریور 1399 در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. خبر این جنایت به خانواده وی اطلاع داده شد. صدور حکم اعدام برای نوید افکاری به اتهام دروغین و ساختگی قتل با موجی از اعتراضات در ایران و جهان روبرو شد. روز گذشته سخنگوی قوه جنایت و کشتار جمهوری اسلامی حکم نوید افکاری را قصاص نامید تا با این کار ضمن زمین سازی اعدام وی مسئولیت تصمیم در مورد اعدام نوید افکاری را به گردن اولیای دم بیندازد. این جنایت جمهوری اسلامی باید با خشم و اعتراض عمومی روبرو شود. کمیته بین المللی علیه اعدام مردم را فرا می خواند که در واکنش به اعدام بیرحمانه نوید افکاری به هر شکل که می توانند و از جمله برگزاری تجمعات اعتراض کنند. پاسخ به هر جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب می شود گسترش اعتراض و مبارزه برای توقف ماشین آدمکشی این حکومت جنایتکار است. باید به جمهوری اسلامی نشان داد که ما مردم قصد داریم که به این بساط سرکوب و کشتار یک بار و برای همیشه پایان دهیم. اکنون زمان آن رسیده است که جامعه ورزشکاران جهانی به تعهدات خود عمل کنند و جمهوری اسلامی را به جرم اعدام و قتل ورزشکاران از مشارکت در ورزش جهانی محروم کنند. دولت‌ها باید به سازش و مماشات با جمهوری اسلامی پایان دهند و به تحریم همه جانبه سیاسی، نظامی و فرهنگی این رژیم بپردازند. جمهوری اسلامی قاتل مردم ایران است و سران آن به دلیل جنایت علیه بشریت باید از سوی مراجع جهانی مورد مؤاخذه و پیگرد قرار بگیرند. کمیته بین المللی علیه اعدام به خانواده افکاری، به حسین افکاری و بهیه نامجو، پدر و مادر نوید و به برادران و سایر بستگان نوید از صمیم قلب تسلیت میگوید و به این خانواده داغ دیده قول و تعهد می دهد یک دم از مبارزه برای مجازات عاملین قتل و اعدام بیرحمانه نوید افکاری از پای نخواهد نشست. کمیته بین المللی علیه اعدام 12 سپتامبر 2020، 22 شهریور 1399. با سلام به بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید و برنامه نبه ادام، من نوشین کدخدایی به همراه همکارم حسین خدایی فر این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی پس از 42 سال نه تنها متوقف نشده، بلکه شاهد این هستیم که در ماهای اخیر سرعتش بیشتر شده و لحظه ای رو برای از بین بردن مخالفان و مردم ایران از دست نمیده. از حکم اعدام معترضان آبان 98 گرفته تا شکنجه و اعدام نوید افکاری. در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با مینا احدی، بنیانگذار کمیته بین المللی علیه اعدام، و حسن صالحی، سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام. با ما همراه باشید. بینندگان محترم، مینا احدی و حسن صالحی از طریق اسکایپ همراه ما هستند. مینا احدی و حسن صالحی به این برنامه خوش آمدید. خیلی ممنون. در ابتدا بریم قسمتی از سخنان نوید افکاری رو از زندان با هم گوش بدیم.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرده. این یعنی بعد از 2 سال خون جگر خوردن تکلیفمون با قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست. مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیشو ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید، آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم. تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه میکشید. ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه و ظلم ستیزی. حسن صالحی، سخنای نوید رو با هم شنیدیم. چه اقداماتی جهت جلوگیری از اعدام نوید افکاری صورت گرفته بود؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. از اون زمانی که نوید افکاری، برادراش و خانوادهش این پرونده رو علنی کردن و پیام‌های صوتی خیلی تکان‌دهنده خودشون رو از زندان به بیرون مخابره کردن، این کیسی توجه ویژه جهانی پیدا کرد. به این معنا که بعد از در مدت زمان کوتاهی پرونده نوید و برادرانش، به بخصوص نوید، از اونجایی که نوید یک کشتیگیر بود و ورزشکار بود، به یک پرونده، یک شخصیت محبوب و شناخته شده جهانی تبدیل شد و بسیاری از ورزشکاران، هنرمندان، سازمان‌های مدافع حقوق بشر، نمیدونم کمیته المپیک جهانی، فیفا، همه اینها در رابطه با این پرونده ابراز نگرانی کردن، حرف زدن و حتی تهدید کردن که اگر جمهوری اسلامی نوید رو اعدام بکنه، اون از جام جهانی ورزشی جهانی محروم خواهند کرد و مثلا از این دست. ما خودمون در دیدارهایی که با مقامات دولتی در کشورهای مختلف داشتیم، خانم عهدی که اینجا هستن در این گفتگو شرکت میکنن، ما در سوئد با سازمان عفو بین الملل، مقامات حزب سبزها در آلمان، وزارت خارجه سوئد در آلمان، همینطور کشورهای دیگه، هلند، تماس داشتیم، گفتگو کردیم که اعمال فشار بکنند. میخوام بگم که به این اعتبار کیس و پرونده نوید افکاری باستاب وسیع جهانی پیدا کرد. روزنامه‌های
زیادی در موردش نوشتن و ورزشکارهای زیادی براش ویدیو پر کردن و ازش حمایت کردن و خیلی حقیقتا خیلی امیدواری بود که این تلاش ها منجر بشه به اینکه اعدام نوید افکاری متوقف بشه. اون چیزی که کم بود بود اقدام دولت ها و مقامات اتحادیه اروپا بود به نظر ما، که اونها ضمن اینکه محکوم میکردن اعدام را به طور کلی، ولی اقدامات جدی حقیقتا نکردن. این انتقاد رو ما داریم و همیشه هم گفتیم که الان مثلا فرض کنین وزیر امور خارجه سوئد اومده انتقادی کرده و گفته که من دچار شوک شدم، این فایده نداره. نوشدارو بعد از مرگ سهراب، اگر همون موقع که حکم اعدام رو صادر کرده بودن، حداقلش اینا میتونستن سفارت سفیر جمهوری اسلامی رو صدا بزنن یا سفیر خودشون از ایران صدا بزنن بگن تا این حکم لغو نکنن روابط دیپلماتیک متوجه وارد اقدامات نشدن. ما در گفتگو با اینا بودیم و هستیم که بگیم که کافی نیست این بحث دیالوگ، سازش، مباشات با جمهوری اسلامی که خودتون هم میگین جوابی نداشتی. جمهوری اسلامی اینقدر دست خودش رو بازدونسته که طبق گزارش عفو بین‌الملل احساس میکنم مسئولیت داره. این مسئولیت شما بهش دادید، ما مردم ایران که بهش ندادیم. چراغ سبز از شما گرفته. بنابراین اعتراض ما به جامعه دولت ها از دولت های غربی به ویژه که این سیاست مماشات رو دنبال کردن و به اندازه کافی در مورد این کیس کار نکردن، ولی افکار عمومی جهان، مردم عادی به نظرم خوب مایل گذاشتن و واقعا به اونا باز درود گفت و تسلیت در این حال به خاطر قتل و کشتن نوید. بله مینا، با شما ادامه میدیم. چرا علارغم جهانی شدن کیس نوید افکاری، جمهوری اسلامی دست به این جنایت زد؟ به نظر من وقتی به این موضوع نگاه میکنیم ممکنه بعضی ها این رو از نقطه قدرت از نقطه ضعفش هست. یه مسئله مهمه و اونم اینه که مردم ایران که دارن مبارزه میکنن علیه جمهوری اسلامی، واقعا یکی از مشکلات ما وجود دولت ها، یعنی دفاع دولت های غربی و همه این بسیار نهادهای بین المللی تا حدود زیادی از جمهوری اسلامی و سکوتشون در مقابل جنایت هایی که انجام داده. ما الان وارد یه فاز دیگه به نظر من شدیم عملا، و اونم اینه که تو ایران مردم علیه اعدام هستن، مبارزه علیه اعدام خیلی گسترده هست. ما در طول به سال سالهای مختلفی که مبارزه کردیم علیه اعدام و سنگسار، یکی از مسائلمون این بوده که دولت‌های غربی رو تحت فشار بذاریم، و واقعا یکی از کارهایی که کمیته علیه اعدام یا کمیته علیه سنگسار کرده و به نظر من خیلی درخشان بوده، و اونم اینه که متوسل بشیم به افکار عمومی بین المللی، به دنیا بگیم که کیو دارن اعدام میکنن. و من فکر میکنم در ادامه این اتفاقات وقتی که نوید از زندان پیام میده، چون یه زمینه قبلی وجود داره، خیلی ها ازش دفاع میکنن. الان دیگه مردم دنیا، یعنی من الان توی دیروز توی کل ما تظاهرات داشتیم، تمام جوانایی که از مقابل پلاکارد ما رد میشدن میگفتن میشناسیمش، به خاطر اینکه تو تلویزیون دیدن، و تعداد خیلی زیادی اومدن گفتن من میخوام گریه کنم چون این خیلی جوونه، چطوری اینو کشتن؟ به نظر من یک موج شدید خشم و اعتراض، و این به خاطر اینکه جهانی شد، به خاطر اینکه همین دیشب تلویزیون آلمان سر ساعت 8 جزو اخبار اولش گفت که نوید اعدام شده و گزارش مفصلی راجع بهش نشون داد. یعنی میدونید ما داریم به طرف این حرکت میکنیم، مردم دنیا رو بسیج کنیم، همه کسایی که اعتراض کردن نه فقط ما، و کاری بکنیم که دولت ها خجالت بکشن. من همین دیروز سخنرانی کردم تو کل، گفتم خانم مرکل سرش رو بندازه پایین، به خاطر اینکه اگر یک آلمانی تو ایران در خطر اعدام بود یا اگر فکر میکردن به روابطشون لطمه میخوره، خیلی بیشتر از این شوک بهشون دست میداد و کاری میکردن. ولی همونطور که حسن صالحی گفت، ما الان نمیخوایم که فقط یه اطلاعیه بده وزیر امور خارجه آلمان بگه متاسفم این اتفاق افتاد، نه، ما میخوایم بگیم روابطتون رو قطع کنید. نکته ای که میخوام روش تاکید کنم اینه که جمهوری اسلامی با این کاری که کرد نشون داد که واقعا
فقط به چوبه دار و به اعدام متکیه. میدونه در سطح بین المللی هیچ کس ازش دفاع نخواهد کرد و این اتفاق به نظر من ما رو وارد موقعیتی میکنه که دولت‌ها رو که رفیق نزدیک جمهوری اسلامی هستن و کمکش میکنن سر پا بمونه در یه موضع اعتراضی، در یه موضع خشمگین، نه فقط ما بلکه مردم مثلا تو اروپا قرار بدن و کاری بکنیم که دولت‌های غربی واقعا روابطشون رو قطع کنن. الان ببینید، همین الان اطلاعیه های اومده که ورزش، یعنی دست فیفا، المپیک و غیره دارن یواش یواش میگن که باید یه کاری کرد. ما باید فشار بذاریم رو این، باید جمهوری اسلامی رو از همه نهادهای ورزشی بین المللی پرت کنن بیرون تا ببینه که با کی طرفه. من شخصا فکر میکنم از نقطه ضعفش بود و ما باید سعی کنیم از این وضعیتی که پیش اومده، متاسفانه نوید رو اعدام کردن، این قسمت کار رو جدی بگیریم و فشار بر جمهوری اسلامی رو بیشتر کنیم. بله. حسن، جنبش علیه اعدام و علل خصوص کمیته بین المللی علیه اعدام چه تدابیری رو برای متوقف کردن این ماشین آدم کشی که جمهوری اسلامی داره در داخل ایران در نظر داره بعد از این اتفاق؟ بله ببینید، خب جنبش علیه اعدام سالهاست که در ایران همزاد تقریبا با اعدامهای جمهوری اسلامی در جریان بوده و در دو سه دهه اخیر و به ویژه بعد از تشکیل کمیته بین المللی علیه اعدام در سال 2004 به نظرم وارد فاز و مرحله دیگه ای شد و به یک درجه سازمان یافته تر، کمپینی، حتی ما به شکل کمپین های متفاوتی اینو به پیش بردیم. الان تو این دو سه ماه گذشته با خصوص ما بارها شاهد این بودیم که مردم نسبت به اعدام واکنش وسیعی نشون میدن در اعتراض به اعدام ها، بخصوص اعدام جوانایی که در اعتراضات مردمی شرکت داشتن و محکوم شدن به اعدام و احکام اعدامشون صادر شده. و این جای خوشبختی داره که ما مثلا فرض کنیم 10 میلیون نفر رو توییت میکنن در رابطه با اون جوانایی که در ارتباط با خیزش آبان 98 محکوم شده بودن و یک سونامی اینترنتی بود، در واقع اعتراض سونامیوار اینترنتی علیه اعدام بود. چه کارهایی میشه کرد؟ به نظر ما در اطلاع اخیر هم گفتیم، اولا ما یه بحثی که داریم اینه که باید به طور اشکال مختلفی اعتراض کرد، در خیابان گرفته تجمع اعتراض، همبستگی با خانواده های کسایی که اعدام میشن، این یکی اشکالش. دوم اینکه مردم خودشون رو سازمان بدن در شبکه های علیه اعدام. ببینید امروز ما یه بحثی داریم، کارگران، بازنشستگان، معلمان در اینترنت، در تلگرام، در جاهای مختلف شبکه های خودشونه دارن. مخالفین علیه اعدام هم باید بتونن به یک معنای خودشون رو سازمان بدن و در مورد اتفاقاتی که در رابطه با اعدام میفته بتونن برنامه ریزی بکنن، تدارک ببینن، اطلاع رسانی بکنن و حتی حرکت مشخص را بندازن. یه بخش دیگه ای که هست بحث به اصطلاح شعار نویسی به در دیواره که امروز هم خیلی باب شده. الان بعد از دقیقا بعد از کشتن نوید 1001 شعار به عناوین مختلفی در رابطه با اینکه ما نمیگذاریم از خون این جوان و شما رو مجازات خواهیم کرد و جنبش ما ادامه داره، اعدام جلوی اعتراضات ما رو نمیگیره، که یک پیام بسیار قویه از جانب مردم اینها داده شده. و در یک اشل کلیتر، حالا شاید بلافاصله این عملی نشه، ولی ما طرفدار اینیم یه گفتمان رو دامن بزنیم در رابطه با اعدام، و اونم که اینکه اگر مردم، بخش های مختلف مردم متحدانه به میدون بیان از طریق برگزاری اعتصابات سراسری و عمومی، بالاخره ما میتونیم حتی در یک شهر، در یک چند تا استان ما میتونیم این ماشین آدمکشی رو متوقف کنیم. خب تجربه اینو ما در شهرهای کردستان هم داشتیم، مردم در واکنش با اعدام ها یا احکام اعدامی که صادر شده دست به اعتصاب زدن، بازاریان بازار تعطیل کردن و اینها، و باعث شده که فرض کن متوقف بشه. عامل اصلی
در توقف اعدام ها علاوه بر اون چیزی که ما تاکید داریم دولت ها باز دست از حمایت از جمهوری اسلامی بردارن، خود مردم ایران هن. اینا برای نقش عمده و اساسی دارن. همین اعتراضات تا حالا باعث شده که نوید تا امروز زنده بود، یعنی تا دیروز پریروز زنده بود. همین اعتراضات بود راستش، وگرنه اینا کفش و کلاه کرده بودن نوید رو بلافاصله اعدام کنن. میخواستن معترضین آبان 98 رو فرض کنید سال 96 رو دی ماه 96 اون 5 نفر جوان رو در اصفهان خب به تعویق انداختن، چون اونجا تجمع کردن خانواده‌هاشون در اصفهان در مقابل مراکز حکومت اسلامی، مردم ازشون حمایت کردن و یه اتفاقات افتاد. این مجموع کاراست که به نظر من میتونه ثمر بخش باشه. بله مینا احدی، شما سالیان درازیه که دارین در رابطه با همین موضوع علیه اعدام فعالیت میکنین و کمیته بین المللی علیه اعدام رو بنیانگذاری کردین. میخواستم ببینم شما بعد از این اتفاق در جامعه بین الملل و علل خصوص کشورهای اروپایی چه روندی رو پیش رو خواهید گرفت؟ حال بله میشنویم. بله خب همونطور که گفتم زمینه الان خیلی فراهم هست. مثلا من در کشور آلمان هستم، روز مجله اشپیگل خیلی مهمه، واقعا افکار عمومی رو میسازه. همین امروز یه مطلب نوشته که نوید خونش بر به اصطلاح اینطوری نیست که از بین بره، برای آزادی مبارزه میکرد و این تثبیت شد. این خیلی به نظر من مهمه، از این گرفته تا مثلا دیولت یه برنامه یه مطلب خیلی مفصلی نوشته راجع به اینکه در ایران مردم چطوری علیه اعدام مبارزه میکنن و مشکلات مردم چی هست. میخوام بگم این فقط یه نمونه است. تو تمام کشورهای اروپایی در سطر اخبار، در سطر رسانه‌های رسمی و مینستریم رفت مسئله نوید و الان به نظر من بعد از این برای ما یه شرایط خیلی خوبی فراهم میکنه که با اتکای به اون بخوایم از دولت‌ها که سیاست شدیدتری رو در مقابل جمهوری اسلامی در پیش بگیرن. و ما الان مثلا خبردار شدیم که ظریف دوباره قراره بیاد آلمان و چند کشور دیگه. به نظر من مثلا این رو ایرانیا تو تمام کشورها و به اضافه سازمانهای دیگه، ما الان تماس گرفتیم تو آلمان، اولین سازمان آلمانی بیانی امروز گفت تظاهرات میذاریم، حالی رو تبدیل کرد واقعا به یه افتضاح سیاسی، هم برای جمهوری اسلامی هم برای کسایی که میخوان با ظریف دوباره دست دوستی بدن و اون رو ملاقات کنن. در هر حال من فکر میکنم ما از این به بعد کاری که باید بکنیم اولا تماس گرفتن با این به اصطلاح نهادهای بین المللی مربوط به ورزش است، مثل فیفا که مرکزش رو ما قبلا هم مثلا خودم رفتم چند بار ملاقات کردم مسئولین فیفا رو، یا اینکه المپیک نمیدونم تو همین خود آلمان مراکزی که مربوط به ورزش هستن و اعتراض کردن، باید باشون تماس بگیریم و واقعا باید تحت فشارشون بذاریم که حرفی که گفتن عملی کنن، یعنی جمهوری اسلامی رو اخراج کنن. این اتفاق خیلی خوبی میتونه باشه و در این حال به نظر من ما باید با دولت‌ها تماس بگیریم، با وزرای امور خارجه، با اتحادیه اروپا و بخوایم که حتما نه فقط محکوم کنن، بلکه مثلا ساده ترین کار اینه که سفیر جمهوری اسلامی رو فرا بخونن و اعتراض کنن. این اتفاق نیفتاده تا حالا و اگر اعتراض نکنیم، اگه تو خیابون نریم، اگه فشار نیاریم، اینا این کار رو نخواهند کرد. به یک معنا به نظر من ما وارد فاز جدیدی میشیم از اعتراض و اعمال فشار به دولت‌های اروپایی برای اینکه جمهوری اسلامی رو بیش از پیش محکوم کنن و این به نظر من یک گام بزرگ در مبارزه مردم ایران برای سرنگونی حکومت اسلامی هم خواهد. اجازه است من همین نکته رو اضافه کنم؟ بله بله حتما. ولی من ببینه همین الان در واکنش به این اعدام جنایتکارانه خانم عدی اشاره کردن و در کل فوراً یک تظاهرات دوستان گذاشتن، خیلی هم جلب توجه کرد در فرانکفورت در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ما، اونجا تجمع کردن، در چند شهر دیگه اروپایی هم اعتراضاتی هم برپا شد. الان کمیته بین المللی علیه اعدام فراخوانش اینه که در تدارک برگزاری اکسیون های دیگه هست، من جمله من خودم ساکن شهر مارما هم که چهارشنبه احتمالاً ما اکسیون برگزار میکنیم، دوستان ما در شهر استکهلم همینطور در کشورهای دیگه در تدارک برگزاری اکسیون های هستن و ما طبعا فراخوانمون هم به مردم در داخل ایران این است که
به ویژه به مناسبت مراسم هفتم نوید به نظر من باید هم مراسم گرد همایی های به هر حال یادبود داشت و هم شکل اعتراضی به خودش بگیره و مردم در این تجمعات طبعا اعتراض و نفرت خودشون علیه این اعدام و علیه جنایات جمهوری اسلامی هرچی بیشتر بلند بکنن. بله، اگر صحبت دیگه با بینندگان و کسایی که صدای شما رو دارن میشنون ندارین، ما این گفتگو رو به پایان برسونیم. مرسی، ممنون که شرکت کردید. به امید پایان اعدام در کل دنیا و ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی. و اما بینندگان محترم، هوشمند علیپور رو از یاد نبریم، بیگناه دیگری که در دست این حکومت جنایتکار اسیره. و در حمایت از هوشمند علیپور در طوفان توییتری روز دوشنبه 14 سپتامبر 24 شهریور ساعت 21 به وقت ایران و 18:30 به وقت اروپای مرکزی با هشتگ سیو هوشمند علیپور شرکت کنید و خواهان آزادی هوشمند شوید. من نوشین کدخدایی به همراه همکارم حسین خدایی فر در اتاق فرمان اوقات خوشی را برای شما آرزومندیم. شاد باشید. کسی دیگه به برداشت من خودم بازی اون کام برم ولی کسی دیگه نمیزنیم بکشن اینجا.